خب دوستان، گیم پلی نفر یک دنیا رو با هم دیگه مشاهده کردیم که بسیار عالی در واقع پیش رفت. بعد از مدت های نفر دیدیم که از یونا رفت بالاتر و بالاتر از محمد لایت حتی دانیه نفت دو هف در برابر بانا. واو، باور نکردنی این مچ. این مچ رو فقط میشه از این چنل محمد پارسا سیار دید. سلام به ویدیوی دیگه، خیلی خیلی خوش اومدید دوستان عزیز. امروز قرار براتون بانا رو بیارم تو رنگ 27 دنیا. دوستان تو رنگ 27 دنیا قراره که بالاترین گیم پلی کلش رویال در حال حاضر تو سال 2024 رو هم دیگه مشاهده بکنیم با ترکیب گالم. دوستان غیر قابل مقایسه است بانا با هر پلیر گالمی که شما بخواید تصور بکنید. خب همین اول کاری سه ستاره کرد دوستان. بانا رو مطمئنم که حداقل تا تاپ 1-2-3 میخواد بره توی همین ویدیو، چون ازش پرسیدم و گفته که قصد رفتن به تاپ 5 رو داره و ما قراره که امروز یه ویدیوی بسیار خفن و عالی و استثنایی با هم دیگه مشاهده بکنیم. قبل از هر چیز لطفاً لایک ویدیو رو فراموش نکنید دوستان عزیز. الان رنگ 16 دنیای با پیروزی که به دست آورد و از 27 فوت فکر کنم رسید به 16 و ادامه کار رو با هم دیگه همراه خواهیم بود. در واقع بتل اول رو الان قرار با هم دیگه ببینیم، هنوز هیچی ندیدیم با هم. دوستان عزیز بتل اول رسمی شروع میشه. بتل اول ببینیم یکی خورده رنگ 16 دنیا کوینتینو، که کوینتینو زد کوینتینو که ترکیبش هم مشخصا دریل. بچه ترکیبای دریل انقدر زیاد شدن که دیگه میتونیم تقسیم بندی بکنیم دیگه، ولشون میکنم تو طبیعت رها واسه خودشون بگردن. انقدر که الان ورژن های مختلف این ترکیب زیاد شده و احتمال 99% از این آینده دقیقا همون بلایی که سر لاوا یادتون باشه یه سیزنی بودش که در واقع چند سیزن بود که از لاوا خیلی استفاده میکنن توی سال 2023 بودش. آقا کلش رول اومد کلن لاوا رو بست، یه کارت هایشو نرف کرد که دیگه فقط پدری خاص خودشون بتونن با لاوا بتونن بازی بکنن توی تاپ لدر و فکر میکنم سر دریل هم یه همچین بلایی بیاد و دور از دسترس نیست، دور از ذهن نیستش دوستان یه همچین اتفاقی و من احتمالش رو میدم این سیزن آینده دریل قراره که خیلی کم بشه اون چیزی که الان ما داریم مشاهده میکنیم، حتی شاید 20% هم نشه. برای دوستان الان داریم میبینیم با درویل خیلی دارن جولان میدن، پلیرهایی که قبل از اینکه درویل بخواه قوی بشه اصلا ازش استفاده نمی کردن هم الان داریم میبینیم دیگه دارن بازی میکنن. نمونهش همین با پلیر بالایی کی قبل از اینکه الان جلوی بانا بخواد بازی بکنه با درویل دیده بود که بخواد در واقع بتل بره؟ من که ندیده بودم، میشناسم این پلیر حریف و من چندین بار دیدم توی تاپ لر، ولی این اولین باری که دارم میبینم با درویل داره بازی میکنه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این ترکیب نیاز به یه نرف داره و تورنادویی که کارو در میاره. مطمئن باشید با یه حمله خیلی همه جانبه و درست درمون میتونه بانا بازی رو در دست داشته باشه، این احتمالش خیلی وجود داره. اوکی میبینیم دیگه تلفیقی از کارت های سایکل و کارت های گنده و اکسیر بالا میشه دکه بانا. میبینید دیگه هم بومبر داره هم اسکلت، یعنی ترکیب سایکل یه جورایی، و هم از اون طرف گالم داره و لیترو دراغون این داستان ها، یعنی ترکیب فول در واقع سنگین. میبینید دیگه کنار هم وقتی قرار میدید به یه همچین معجزه میرسید که داره با این ترکیب رنگ 16 دنیا بازی میکنه و احتمالا این بتل رو هم احتمالش رو میدم که ببره، این احتمالش بالاست. الکترو دراگون فقط به خاطر اینکه بمب رولوشن نتونه ضربه وارد بکنه زده شد، وگرنه الکترو دراگون کارتی که بعد از پشت لاوا از پشت گالم بیاد و میبینید دیگه خیلی راحت حروم شد. این بمب هم که فینیکس رو نابود میکنه، بمب رولوشن و احتمالاً میخواد با تورنادو یه حرکتی بزنه. میتونست با تورنادو واقعا بازی بکنه الان بانا که این کار انجام نده بود، البته میتونست این کار انجام بده. بومر بولوشن تورنادو الان دیگه نباید این تورنادو زده بشه که بچه ها میبینید دیگه خودتون در جریان هستید، پلیرهای لاوا و گالم تو چنلمون خیلی زیادن، میدونن که آقا اونجا باید تورنادو بزنیم، ولی خب اون کار نکرد بانا. این خورده رو ازش میگیرم
دوباره گالمو زد. این لاوا و گالم بچه‌ای داره قاطی میشه با هم. انقدر من این چند وقت گیم پلی لاوا از بربکس دیدم و انقدر گالم ندیدم دیگه عادت کردم به ترکیب لاوا و این داستاناش. او مای گاد، او مای گاد، بمب رولوشن گو. گالم بعدی تو سمت مخالف. ببینیم چی میشه. ببینیم چی میشه. حریف میخواد چیکار بکنه؟ میخواد واقعا اون در واقع گالم سمت چپ رو چیکار بکنه؟ سمت راست رو مشاهده میکنیم. این ترکیب دابل پرینس، یعنی من یاد ترکیب دابل پرینس هادی افتادم با اون حرکتی که الان زد، چون هادی کلا با اون ترکیبش همیشه این کار رو انجام میداد. و ببینیم چی میشه. تو 6 ثانیه نتیجه تغییر میکنی آخه؟ تو 6 ثانیه نتیجه تغییر میکنی آخه؟ تغییر میکنه، تغییر میکنه، نتیجه تغییر میکنه، کاملا برعکس شد ماجرا. باور نکردنیه. چه گیم پلی خفنی دیدیم دوستان از بانا. بانای استثنایی ایران که 17 بود الان شد 12 دنیا. واو، گیم پلی فراموش نشدنی از این پلیر واقعا تو ذهن ها میمونه. یعنی چند وقت دیگه این ویدیو رو دوباره برمیگردی به نگاه میکنید، انقدر که قرار جذاب بشه. خب دوستان، بانا ولکن نیست، رنک 12 دنیا. ببینیم داره چی کار میکنه. به مکس روس خورده پلیر لاوا. این پلیر لاواه. من اینو میشناسم، این پلیر آلمانی که اون موقعی که من بازی میکردم در حد تاپ 2300 بود، ولی خب الان میبینیم که داره توی تاپ 20 دنیا بازی میکنه و یه پیشرفت خوب داشته. البته خیلی وقت بود که من مکس روس رو تو لدر اصلا نمیدیدم، چه برسه به داستانهای دیگهش. اصلا من تو لدر نمیدیدم این پلیر رو. تابر سمت راست رو بسیار راحت و عالی تونست از بانا بگیره و بانا باید حواسش الان خیلی جمع باشه. وای وای، چرا این کارو کرد؟ چرا این کارو کرد؟ نجات داد، ولی نه اونجوری که انتظارشو داشتیم. یعنی فکر میکردم که تابر سمت چپ با اولین حمله بره، ولی خب این اتفاق فعلا نیفتاده و احتمال اینکه بیفته پایین اتفاقا. و به هر حال دوستان مشاهده میکنیم علامت اینترنت. چرا اینجوری شد؟ اوکی، درست شد. خب دوستان، تابر خیلی راحت گرفته جلوی لاوا. مثل اینکه مشکل داره ترکیب نت ما هم مشکل داره. البته درست میشه، زیاد چیز خاصی نیست. برای دوستان اگه یه حمله همه جان میتونه تابر سمت چپ رو بگیره، خیلی راحت هم میتونه این کار رو انجام بده، ولی باید حواسش خیلی جمع باشه که تابر سمت یا حالا چپ یا کینی تابر نره یه دسته. اوکی، اینترنت چرا اینجوری میکنه؟ فینیکس که قطعا به منظور این که بره سمت لاوا این فینیکس رو زده که میره. خب ناکنید الان سمت چپ رو گارد رو میزنه. نه، اینفرنو رو اول زد. برو دیگه علامت تو. الله اکبر، بذاری بره. حداقل علامتش نباشه. خب دوستان، باید گالمو از رو پل بزنم، هیچ راه دیگه ای نداره. بله، یه همچین کاری باید انجام میشد. یه تورنادو هم باید اونم بزنم. به هر دو بخوره. وای به هر دو نمیخوره. وای به هر دو نمیخوره. وای به هر دو نمیخوره. چرا؟ چرا واقعا؟ چرا واقعا دوستان؟ فقط 15 ثانیه. نه خب آره دیگه، تمام برم هم اینترنت رو درست کنم، هم با بانا برگردم. خب دوستان، 21 دنیا بعد از باختی که جلوی مکسی روس داشت و ما متوجه شدیم که لابا میتونه خیلی اذیت بکنه ترکیب بانا رو. و خب شاید قبل از اینکه به مکسیروس بخواد بخوره، من ازتون میپرسیدم که لابا میتونه این ترکیب بزنه یا نه. شما میگفتید نه، بخاطر اینکه دوتا از بهترین دراگون ها برای زدن لابا رو داره، لابا یا بالون.
ولی دیدیم که بچه ها اینطوری هم نیست واقعا. اینکه شما کارت هوایی زن داشته باشید زیاد اصل موضوع نیست. من خودم یه دونه کلا کارت هوایی زن بیشتر ندارم، ولی خب میبینید که جلوی لابا من حداقل کم نمیارم. یه دونه کلا هوایی زن دارم دیگه. والا تورنادو هم کاری نمیتونه انجام بده، که نهایت کاری که تورنادو میتونه انجام بده جلوی لاوا و حملش میتونه برای یک ثانیه دو ثانیه منو نجات بده. همین برای دوستان حریف چرا چیز اونجا زد؟ میخوان دفاع بکنن؟ میخوان فکر کنم مساوی بکنن. آره آره مساوی. دوستان عزیز، ما این چند مطور از بالا ندیدیم، رسیدیم به رنک هفت دنیا. در حال حاضر به کریزی هالک میخوره، میخوانیده که فردا قرار ازش ویدیو ببینیم. کریزی هالکی که دیشب رسید به رنک یک دنیا و همه یه بتلاش که به اون رنک رسیده بود رو براتون آماده کردم. رنکی که بعد از مدت‌های زیاد، تقریبا 6-7 روز از حداقل برای چند ساعت هم شده از یوناه گرفت. یوناه الان یه هفته است که رنک یک دنیا. بچه‌های دیشب اولین نفری که توی هفته اخیر تونست رنک یک دنیا بشه، یعنی بجز یوناه، همین کریزی هالک بود. با یه فاصله عجیبی هم که انداخته بود با یونا، ولی بازم داشت بتل میزد بچه ها. رنک یک دنیا بود ولی بازم داشت بتل میزد. فردا ویدیو رو میبینید خودتون شگفت زده میشید. منظورم از این که مثلا رنک یک دنیا و بازم داره بتل میزنی یعنی چی؟ یعنی کاملا میفهمید من منظورم چیه. به هر حال دوستان، بتل بعدی از بانا که دوباره با همون ورژنی که همون اول ویدیو داشت بازی میکرد داره بازی میکنه. بین این دوتا ورژن احساس میکنم مونده، نمیدونی کدوم استفاده بکنی، نسخه‌ای که اسکلس داره، نسخه‌ای که زب داره، نمیدونه واقعا، خودش هم نمیدونه. گاله مثلا تو راست سمت چپ رو دفاع میکنه، بهترین کار رو انجام داد. یه مینیون که به نظرم نمیاد بومبر هم داشته باشه بانا، اگه بومبر داشت بچه ها دفاع میشد. تورنادوی خوب بومبره اگه بومبره اولوشن بود بچه ها دهنه کریزی هاک سرویس شده بود الان. البته عروض زد ولی خب بازم دمیج خوبی تونست وارد بکنه با گالم. الان باید ببینیم که چی میشه دوستان. به کریزی هال چی خورده که خیلی بچه ها گیم پلیش خفنده. با همین ترکیبی که دارید مشاهده میکنیدم رنک یک دنیا چود دیشب و ویدیوش هم آماده است. میبینید خواهیتون پشماتون میریزه. آره چیزی خاصی راجعش میگم. 26 ثانیه و چی میشه اینجا؟ تورنادو. او مای گاد، او مای گاد، اصلا گالم نمیتونه. نه بچا، این گالمی که من دارم میبینم نمیتونه کینگ ساور رو بگیره. و بتل در واقع بتل فکرم چهارم پنجم هم باخت تو این ویدیو. یه خود بدشانسی آورده بانا. دوستان میدونم قبول دارم، ولی بچا الان رنگ هفته دنیا بودا، دست کم نگیرید بانا رو ها. الان ما 3-4 بتل از بانا ندیدیم و خواستم که یه خورده کابش بره بالاتر، ولی خب خواستم از کاب بالا هم شروع بکنم، با باخت مواجه شدیم. ولی خب مطمئن باشید که درست میشه و دوباره برمیگرده به رنک یک، چون رنک یک دنیا بود دیشب نه پریشب. خب دوستان عزیز، بتل بعدی که با بانا همراه بودیم تا اینجای کار، امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. واقعا بتل جذابی از بانا دیدیم. درسته بعضیش برد بود و بیشتری ها باخت بود، ولی این ویدیو رو میخوام طولانی ترش بکنم که فرصت برای برد ها و دیدن برد های بیشتر از بانا داشته باشیم دوستان، چون من عادتم اینه، یعنی برد یا باخت، حالا بخواد بتلای خودم باشه یا بتلای دیگران باشه، رو به هیچ عنوان تا حالا نشده من بخوام کات بکنم دوستان. اصلا یه همچین چیزی تو چنل من تا حالا اتفاق نیفتاده بخوام یه همچین حرکتی بزنم. بخاطر این بچه ها ریسکی میشه همیشه ریاکت های من. ممکنه مثلا طرف اون ساعتی که ریاکت میرم براش روزش نباشه، ساعتش نباشه، ولی خب ادامه کار رو میخوام با بانا داشته باشم. حداقل 4-5 مرتبه دیگه از بانا با هم دیگه ببینیم تا ببینیم میتونه کارو در بیاره یا خیر، که احتمال اینکه بتونه 70-80% شاید هم بیشتره. دوستان الان به یه ترکیبی خورده که در میتونم بگم آره دیگه بچه میتونم بگم یه 90-10 به نفع حریفه.
ببینید ترکیبو قشنگ میخوره 90 10 باشه. پکا مینیون باید یک کاری بکنه. دهن تاور سرویس شد، سرویس شد بچه ها. این که سرویس میگم سرویس ها. دوباره ترکیب و یه کارت رو دوباره تغییر داده تو ترکیب و در واقع دو تا دیگه از بتل گذشته که داشتیم مشاهده میکنیم. بچه ها احساس میکنم بانا هنوز مطمئن نیستش که چه ترکیب لاوایی رو برای بازی کردن انتخاب بکنی. همچنین احساسی رو میکنم واقعا. الکترو دراگون، او مای گاد، اومده که سه ستاره بکنه بانا رو، اومده که سه ستاره بکنه بانا رو، ولی خب نمیشه، ولی نمیشه، پیروز میشه توی این بازی. بانا یکی از بهترین پلیرهای تاریخ کلش رویال، گفتم جزء 50 نفر حداقل میتونید قرارش بدید. بریم بتل بعدی رو از این سوپر استار لاوا، سوپر استار گالم با هم دیگه ببینیم. خیلی خوب عزیزان دل، بتل بعدی از بانا که مشخصا میبینیم دیگه. این حریفش اگه همون ترکیبی که جدایی یه نفت داد تو ویدیو دو سه روز پیشمون باشه الان باید با جاینت بازی بکنه، اگه نه خب چیز دیگه ای. ولی خب احتمال اینکه جاینت باشه بیشتره. گالم هم احتمالش هست ولی جاینت بیشتره. کارتو قشنگ میخوره به اینکه گالم بخواد داشته باشه حریف. برحال یه حمله خفن از سمت راست قراره ببینیم. جاینت از سمت مخالف میزنه دوستان، ببینیم واکنش بانا چیه. دفاع حمله است، خب دفاع میکنه، به نظرم بهترین کار انجام داد. تاور بچه ها تا اونجایی که میتونه نباید بده، یه گالم پلیر تا اونجایی که میتونه نباید تاور بده و نسخه ترکیب بالایی که مشاهده میکنید اون موقعی ترسناک میشه که مثلا بخواد از فیشرمن حریف استفاده بکنه، اون موقع خیلی ترسناک میشه بچه ها برای گالم و برای بانا منظورمه اگه این اتفاق بیفته. ولی خب مشاهده میکنیم که فیشرمن نداره بالایی و میتونه واقعا بانا بازی رو در بیاره. یه هم دیگه خفن اگه انجام بده راحت این کار انجام میشه و چیز خاصی نیست دوستان. به نظر من این بتل اگه بتونه تا یک دقیقه آخر، تا حتی 30 ثانیه آخر تاورش رو حفظ بکنه و بتونه یه حمله خفن داشته باشه، مطمئن باشید این بتل به نفع بانا خواهد شد. و میبینیم دیگه حریف داره تمام تلاشش رو میکنه تا تاور رو از بانا بگیره. یعنی قبل از اینکه بخواد حمله یا دفاعی رو انجام بده خیلی براش مهمه که تاور رو بگیره و این اتفاق رقم میخوره. متاسفانه من میگم متاسفانه، ریدم توش بچه، شرمنده دیگه، خیلی عصبی شدم الان من، شرمنده. این 10 ثانیه رو بر ما ببخشید، نمیدونم چرا اینجوری میکنه، من درستش کرده بودم. خب همون اتفاقایی که پیش بینی میکردم داره رقم میخوره. یک شیک شدن و 30 ثانیه آخر بازی الان هستیم. گالم از سمت چپ زده میشه و احتمال اینکه الان جاینت بخواد از سمت مخالف بزنه بالاست. فعلا این کارو انجام نداده دوستان. بعد آخه اکسیر ببخشید اسپل درست درمونی هم حریف نداره، مثلا فایربال داشته باشه بگیم آره فایربال میتونه قشنگ دهن سرویس بکنه، ولی خب نه نداره واقعا. بومبر ولوشن میاد و کارو در میاره. میبینید دیگه تا آخرین ثانیه میشه ازش استفاده کرد، از بومبر چه توی حمله چه توی دفاع. واقعا کارت بی‌نظیریه، وقتی با تورنادو تلفیق میشه دیگه جلوشو گرفتن کار هر کسی نیست دیگه. بعد منتظر گادم باشیم دوستان، احتمالش خیلی اساس رو پول بله بزنه گادم رو. اینفرن دراگون چیز مگا مینیون خیلی به جا بود، مگا مینیونش بسیار خفن و عالی. جاینت از سمت راست باید حواسش به حمله ای که الان داره صورت میگیره سمت راست باشه، چون قصد این بلک برد اینه که بتونه جاینت رو از هر دو سمت بندازه. من احساس میکنم که بخواد این کار انجام بده. اوکی دفاع بی نظیر، انقدر هوای زن داره اصلا ماشاءالله کم نمیره تو هوای زنه که بانا رو عرض میکنم، انقدر که هوای زن داره این بشر. نها کنید آن 4-5 هوای زن با یه تورنادو که چه شود، که چه شود. ولی خب زود از بین رفت، زود از بین رفت. اسکیت ایولوشن که بچه نمیذاره و زاد و ولد انجام نمیشه.
کارتای هوایی دوباره زده شد اون بمبر. اوه رفت دست دیگه دم بمبر و دوشونش زنده موند. که اگه این اتفاق میافتاد مطمئن باشید قرار بود خیلی اذیت بشه بانا، که همین الان هم داره یه همچین اتفاقی میفته. جاینت هر ضربش ممکنه نتیجه رو تغییر بده. گوله ما میزنه دوستان از رو وسط پول. اوکی یه کار تمومه. بهتون چی گفتم دوستان؟ بهتون چی گفتم؟ گفتم که آقا بانا میتونه خودشو برگردونه. احتمال اینکه بخواد برگرده گفتم 80%. داریم مشاهده میکنیم دو سه بچه‌ای که پشت سرم داره میبره. یک شانس آورد بچه‌ها، اگه یه دونه جاینت ضربه میزد احتمال داشت که مثلا نتیجه بخواد برعکس بشه، ولی خب خوشبختانه برای بانا این اتفاق نیفتاد و تونست کارو در بیاره. بانای فوق‌العاده. او مای گاد دوستان، 1.77 در برابر بانا. واو باور نکردنی این مچ. این مچ رو فقط میشه از این چنل محمد پارسا سیار دید. دوستان مچ‌ها به بسیار خفنی که قرار با هم دیگه ببینیم، شاید هیچ وقت دیگه توی این سیزن تو این چند روز شاید تکرار نشه. من بچه ها چند روزه که دارم بتلای بانا رو مشاهده میکنم، چند روزه، و من این اولین باری که دارم میبینم به این 77 خورده. بخاطر همین میگم این مچ خیلی کمیابه، داریم با هم دیگه مشاهده میکنیم و امیدوارم که این 40 ثانیه خفنی باشه. گالیم از سمت چپ میزنه دوستان، یه حمله یه استثنایی از دو سمت شاهد خواهیم بود از بانا. خب دوستان داریم مشاهده میکنیم کارتای اسپمش رو از هر سمت داره میریزه، بیشتر سمت راست و سمت چپ هم داره همینجوری کارت میریزه. کارت تمومه دوستان، فکر نمیکنم بتونه یه نفت و دفت این 20 ثانیه اون دفاعی که میخواد رو انجام بده. بمبر ولوشن سمت چپ نگاه بکنید، کارو تموم میکنه. بیه این دوتا همیشه با هم دیگه مساوی میکنن. بچه‌ها من چتایی که با یه نفت و دفت داشتم همیشه درباره بانا با هم دیگه صحبت میکردیم که آقا مثلا مسخره بازی میکردیم دیگه، مثلا به بانا مثلا چیزایی میگفتیم چرت و پرت. خب دوستان عزیز، بانا رنک 6 دنیا رسیده. بریم که با هم احتمال 99% آخرین بتل رو ازش ببینیم، چون امکان داره که بعد از این بتل دیگه خودش اصلا بتل نره. احتمالش خیلی بالاست. به فاوسی خورده که کلا با بریج اسپم خداست بچه‌ها. اونایی که میدونن این پلیر کیه متوجه حرفا میشن. و عرضم به خدمت گرامی شما که لعنتی یا پیام ندید دیگه، این 80% از همش داره با هم دیگه میاد. و 2 دقیقه پایانی بازی هستیم. سمت چپ یه حمله عجولانه از اسکیف هاوس اسکیت ایوو. بچه عجولانه نمیشه گفته، جواب داد بچه آدمیش که میخواست و وارد کرد. الله اکبر، من نمیخوام یه ادبی صحبت کنم، مثلا دوست ندارم، ولی بعض وقتا اینترنت و اینجور داستان ها باعث میشن دوستان. اوکی 1:30 پایان بیشتر باقی نمونده و ببینیم اگه با این پیروزی احتمالی به دست بیاد بکنم تاپ 3 بره. و اوکی عروس بچه ترکیب حریف فکر نمی کنم جوری باشه که جلوی ترکیب بانا رو بتونیم توی حمله اساسی بگیرم. همونطور که مشاهده میکنیم تا برس همتا شب کاملا یا 99% ندیگه کاملا افتاد و اما فقط تنها کاری که باید انجام بده 1 دقیقه رو مدیریت بکنه و دیگه ویدیوی ما تموم بشه. یکی از بهترین ویدیوهای این چند روز قطعا این ویدیو بود. مشاهده میکنید سمت چپ رو و 40 ثانیه بیشتر باقی نمونده. عروس گلیم از سمت راست داره میره و فکر میکنم که دوباره تغییر داد بچه. فکر ترکیب امروز ما چندین نسخه از انواع ترکیب های گالیم رو با هم دیگه دیدیم که بهترینش به نظرم همینه. ما از بانا بیبی دراگون رو دیدیم، نسخه بیبی دراگون منظورم، نسخه مگا مینیون رو هم دیدیم، ولی این نسخه به نظرم بهترین نسخه است. حتی نسخه نایت ویچ رو هم دیدیم دوستان. و تو رنک 6 دنیا قرار داره بانا و فکر میکنم با این بورد حداقل جزو تاپ 3 بشه و قرار بده خودش رو، یا حتی رنک 1، چون تراکم کاپ ها خیلی پایینه بچه ها. احتمال داره که الان
به رنگ کیک دنیا. خب دیگه تمام، بچه‌ها بهتون رنگش نشون میدم و تمام.